بخش خبر تلویزیون ایران فردا را با درود بر شما آغاز می کنیم. شبکه تلویزیونی المیادین میگوید سلشکر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس دو روز پس از حمله هوایی اسرائیل در سوریه با حسن نصرالله در بیروت دیدار کرده است قاسم سلیمانی همچنین در مجلس یادبودی برای جهاد مغنیه که در حمله اسرائیل کشته شد شرکت کرده است جهاد مغنیه فرزند اماد مغنیه فرمانده ارشد حزب الله بود و گفته می شود که رابطه نزدیکی با قاسم سلیمانی داشت المیادین خبر داده که آقای سلیمانی پس از رایزنی با حسن نصرالله همان شب به تهران بازگشته است. کمتر از دو هفته پیش اسرائیل در یک حمله هوایی در نزدیکی قنیتره در جنوب سوریه شش عضو حزب الله لبنان را به همراه سرتیب محمد علی الله دادی از سپاه پاسداران کشت. در واکنش روز چهارشنبه حزب الله در حمله به گشتی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان و تحت اشغال اسرائیل دو سرباز اسرائیلی را کشت. اسرائیل با گل باران مناطقی در جنوب لبنان به این حمله پاسخ داد. به گفته پلیس پاکستان انفجار بمبی در یک مسجد شیعیان در منطقه شکارپور در جنوب این کشور به کشته شدن دست کم 24 نفر منجر شده است. بر اساس گزارش های دریافتی بیش از 50 نفر در جریان این انفجار مجروح شدند. احتمال داده می شود که این انفجار حاصل یک بمبگذاری انتحاری باشد. نواز شریف سخ... نخست وزیر پاکستان ضمن محکوم کردن این حمله دستور داده تا فورا تحقیقات در این باره آغاز شود. عاملان این انفجار هنوز مشخص نشدند. اما گروه های پیکارجوی سنی در گذشته چندین بار اقلیت شیعه را در این مناطق هدف قرار دادند. رسانه های عراق امروز جمعه از وقوع انفجار دو در مرکز بغداد پایتخت این کشور خبر دادند که دهها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. تعداد تلفات این انفجارها هنوز به طور دقیق مشخص نیست. خبرگزاری آلمان تعداد قربانیان را دست کم 44 نفر عنوان کرده اما خبرگزاری رویترز میگوید که کشته شدگان دست کم 12 نفر هستند و حدود 30 نفر نیز مجروح شدهاند. این حملات در بازار بزرگ منطقه بابو شرقی رخ داده است. خبرگزاری رویترز نیز می که انفجار دوم به واسطه یک خودروی بمبگذاری شده به وقوع پیوسته است. امروز شهر سامرای عراق نیز صحنه چند انفجار بمب بود که به مرگ چهار مأمور پلیس انجامید. علی متحری در کنگره حزب مردم سالاری عدم تحمل منتقد و مخالف را یکی از آسیب های جدی حکومت جمهوری اسلامی خواند. او میگوید به خاطر ترس از نهادهای غیردولتی، دولتی خودسانسوری در رسانه ها بیشتر شده است. علی متحری نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به نزدیک شدن سال روز انقلاب 57 تاکید کرد لازم است هر چند سال یک بار به این مناسبت با آسیب شناسی انقلاب پرداخت و ضعف و قوت های راه طی شده را بررسی کرد متحری در سخرانی خود در سیزدهمین کنگره حزب مردم سالاری گفت یکی دیگر از آسیب ها مسئله آزادی بیان است که متاسفانه در دولت جدید کمتر شده است. به عبارتی چون دولتی بر سر کار آمده که به اصلاح طلبی گرایش دارد فشارها بیشتر شده است. خبرگزاری ایلنا پنج شنبه نوه بهمن به نقل از متحری نوشت متاسفانه خودسانسوری در رسانه های ما بیشتر شده و رسانه ها از خطر توقیف و لغو امتیاز نسبت به دولت قبل بیشتر می ترسند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می گوید در جمهوری اسلامی به کشورهای غربی انتقاد می شود که فضای نقد را در باله هولوکاست بسته اید و می گویند که باید یک تحلیل و نگاه باشد ولی همین کار را درباره حوادث 88 می کنیم و می گوییم فقط باید یک تحلیل باشد و همه یک نظر داشته باشند. به گزارش ایلنا متحری در ادامه افزود اتفاقی که در مجلس افتاد هم همین طور بود میگویند شما یک چیز دیگری میگویید و این تصمیم نظام است این دیگر چه حرفی است ممکن است تصمیم نظام اشتباه باشد نباید حرف زد حامیان حکومت جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات سال 88 را فتنه میخوانند و تاکید می کنند که برخورد با دو نامزد معترض انتخابات میر حسین موسوی و کروبی که از بهمن 89 بدون محاکمه و حکم قضایی همراه با زهرا رهنورد همسر موسوی در بازداشت خانگی به سر میبرند با تصمیم نظام انجام شده است. علی متحری در نشست علیانی 21 دیماه مجلس بار دیگر بازداشت خانگی موسوی، کروبی و رهنورد را اقدامی غیرقانونی و نقص کننده بسیاری از اصول قانون اساسی خواند. شماری از اصولگرایان تندرو پس از این سخنان با شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه مانع اتمام سخنان متحری شدند و مجلس را به تشنج کشیدند. متحری پیشتر نیز گفته بود نظر رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای را مبنی بر اینکه در مورد موسوی و کروبی عدالت رعایت شده و با بازداشت خانگی به با آنها لطف کرده ان قبول ندارد. چنین اظهاراتی همواره با واکنش تند رسانه ها و حامیان خامنه ای روبرو شده است. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان چند روز پیش معترضان به بازداشت خانگی موسوی، کروبی و رهنورد را چهار نفر عوضی خواند که به ادعای او نظرشان ربطی به جامعه و نظام و 78 میلیون ایرانی ندارد. در اعتراض به اظهارات دبیر شورای نگهبان، کمپینی با عنوان من هم عوضی هستم در شبکه های اجتماعی به راه افتاد. جنتی هفته گذشته گفت ما باید در دهان آنهایی بزنیم که میگویند حصر باید شکسته شود. متحری در کنگره حزب مردم سالاری همچنین به نادیده گرفتن جایگاه هیئت نظارت بر مطبوعات توسط دستگاه قضایی و اعلام جرم داستانی علیه رسانه ها و بستن روزنامه ها اعتراض کرد. در هفته های گذشته فشار بر رسانه های نزدیک به اصلاح طلبان و حامی دولت افزایش یافته و دو روزنامه روزان و مردم امروز با حکم دادستان و دستور دادسرای رسانه و فرهنگ توقیف شدند. متهری که پیشتر به مدت چهار سال عضو هیئت نظارت بر مطبوعات بوده میگوید این هیئت از نمایندگان نهادهای مختلف تشکیل شده و برخورد دادستانی با روزنامه ها بدون نظرخواهی از این جمع فلسفه وجودی هیئت را زیر سوال برده است. ترس حاکم بر فضای رسانه ها و خودسانسوری که این نماینده و اصولگرای مجلس به آن اشاره می کند، در نحوه پوشش خبری سخنرانی او در کنگره حزب مردم سالاری نیز به چشم می خورد. شماری از خبرگزاری های نیمه رسمی و نزدیک به اصولگرایان خبری درباره سخنرانی متحری منتشر نکردند. و در گزارش خبرگزاری ایسنا اشاره او به احتمال اشتباه بودن تصمیم نظام نقل نشده است. اکبر حاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام در پیامی که برای کنگره یاد شده فرستاده ضمن پشتیبانی از فعالیت تشکلهای مختلف سیاسی تاکید کرد که وجود آرای گوناگون بنبستهای موجود در حکومتهای متعصب را میشکند و فضا را برای مردم سالاری دینی باز می نماید. رفسنجانی ابراز امیدواری کرد که احزاب موجود با همه محدودیت هایی که دارند نگذارند تک صدایی مردم و جامعه را ناامید و معیوس نماید. واکنش ها به حکم محکومیت محمد رضا رحمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران و نامه او به محمود احمدی نژاد همچنان ادامه دارد. مهدی دواتگری از نمایندگان مجلس گفته این نام نشان دهنده دخالت دولت و قوه قضایی در انتخابات مجلس است. عابد فتاحی نماینده ارومیه نیز درباره پرداخت پول به 170 کاندیدای انتخابات مجلس هشتم گفته اگر افرادی باشند که بتوانند ترکیب سیاسی مجلس را به وسیله رانت و پول تعیین کنند این موضوع یک فاجعه عظیم است. کمال الدین پیرموزن نماینده اردبیل در مجلس روز هشتم دی از تهیه نامه ای خطاب به علی راجانی رئیس مجلس خبر داد که بر اساس آن باید اسامی 107 کاندیدای انتخابات مجلس هشتم که به گفته رحیمی از جابر عبدالی پول گرفته اند فاش شود. این نامه توسط تهیه کنندگان آن در مجلس پاره شد. به دنبال محکومیت محمد رضا رحیمی دفتر محمود احمدی نژاد با انتشار بیانیه ای فساد مالی رحیمی را بی ارتباط با دولت خود خواند رحیمی نیز در نامه سرگشاده خطاب به محمود احمدی نژاد انتقادهای تندی متوجه رئیس دولتهای نهم و دهم کرد دو دبیرستان دخترانه کوسر و دکتر حسابی شهرستان کوهدشت نزدیک به 20 روز است با نبود وسایل گرمایشی به سر میبرند و دانش آموزان و معلمان این دو دبیرستان مجبورند سرمای طاقت فرسای زمستان را کنار سندلی های سرد کلاس به تحمل بنشینند. قدیمی بودن و فرسودگی دیگهای بخار سیستم گرمایشی این دو دبیرستان که دارای یک ساختمان بزرگ هستند، علت قطع شدن گرمای کلاس ها عنوان شده است. این وضعیت به ای است که دانش آموزان مجبورند برای تحمل فضای سرد زمستانی کلاس ها از پتوهایی استفاده کنند که از خانه های خود می آبرند. مذاکرات هسته‌ای میان نمایندگان ایران و سه کشور اروپایی در استانبول بدون دست یافتن به نتیجه خاصی خاتمه یافت. عباس عراقچی سرپرست تیم مذاکره کنندگان ایران میگوید ماراتون مذاکرات ادامه دارد. بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه گزارش می‌دهد. در مورد نشست یک روزه معاونان وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی شبکه دولتی ترکیه به نقل از پایگاه اینترنتی اتحادیه اروپا عنوان کرد که این نشست یک روزه اهمیت تعهد این سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا رو برای دستیابی به راه حلی در کوتاهترین زمان ممکن نشون میده. اگرچه پیش از آغاز مذاکرات عباس عراقچی هم به همین موضوع اشاره کرد و گفت که هدف عمده این دور از مذاکرات سرعت دادن به زمان برای یافتن راه حلی در مورد مذاکرات هسته‌ای هستش اما به سختی میشد نکته امیدوار کننده ای در اظهار نظرهای تیم مذاکره کننده ایرانی دید در پایان مذاکرات یک روزه معاونان وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی سرپرست تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی مذاکرات رو به ماراتونی سخت تشبیه کرد و گفت که هر چقدر به جزئیات تر میشیم سطح اختلاف دیدگاه طرفین نیز بیشتر میشه البته عراقچی هنوز شرایط رو امیدوار کننده ارزیابی میکنه و حتی در این رابطه از احتمال دستیابی به یک توافق سیاسی تا ماه مارس سخن میگه اما از آنجا که به حال طرفین بسیار وسواس دارن که محتوای گفتگوها فعلا محرمانه باقی بمونه و به بیرون درس پیدا نکنه نمیشه برنده چندانی از پیشرفت مذاکرات داشت فعلا میشه به همین اندک گفته های آقای عراقچی اکتفا کرد که بسیار به کندی مذاکرات به پیش میره و مشخصا بعد از چندین دور گفته بود دامنه اختلافات بالا هستش به نحوی که آقای عراقچی روز پنجشنبه عنوان کرد که هنوز این مذاکرات در موضعی نیست که بتوان گفت پیشرفتی در آن حاصل شده روز پنجشنبه شنبه علاوه بر گفتگوهای معاونان وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی هیات های کارشناسی چهار کشور ایران و سه کشور اروپایی نیز گفتگوهایی رو با هم داشتن که همانطور که اشاره شد بدون نتیجه روشنی مذاکرات به پایان رسیده فعلا آنچه از برایند مذاکرات یک روزه استانبول مشخص است اینه که قرار هست معاونان وزرای چهار کشور مذاکرات مشابهی رو یک روز پیش از نشست امنیتی منیخ در آلمان برگزار کنند تا اگر پیشرفت امیدوار کننده ای در این زمینه حاصل شد شرایط برای دیدار وزرای خارجه ایران با گروه پنج به علاوه یک در هاشی همون نشست امنیتی منیخ فراهم بشه نشستی که قرار هست اوایل فوریه در آلمان برگزار بشه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسرائیل مسئول درگیری های مرگبار روز چهارشنبه در مرز اسرائیل و لبنان دانست. این حملات شدیدترین مورد از زمان جنگ حزب و اسرائیل در سال 2006 بوده است. درگیری های روز چهارشنبه با پرتاب موشک های ضد تانک گروه حزب به یک کاروان نظامی اسرائیل در منطقه شب آ آغاز شد که به کشته شدن دو سرباز اسرائیلی و مجروح شدن هفت تن دیگر شد. اسرائیل با آتش توپخانه به حزب الله پاسخ داد. در این حملات یک نظامی اسپانیایی عضو نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان جان باخت. گروه حزب الله لبنان که مورد حمایت ایران است، گفته که این حمله به تلافی حمله هوایی اسرائیل به شبه نظامیان حزب الله در مناطق مرزی سوریه صورت گرفته است. گروه تروریستی داعش نه کاخ مربوط به صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق را در شهر تحکریت با بمب منفجر کرد. به گزارش خبرگزاری شینهوا یک مقام امنیتی دولت عراق اعلام کرد ستیز چندین بمب را در این کاخها کار گذاشتند و آنها را منفجر کردند. پس از تهاجم نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا علیه عراق در سال 2003 میلادی این کاخ ها به مقامات عراقی واگذار شد و دولت عراق بعدها کاربری این کاخ ها را تغییر داد و آنها را به دفاتر دولتی و پادگان نظامی تبدیل کرد. با رأی قاطع همه وزیران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تحریم های این اتحادیه علیه مقامات روسیه و شورشیان جدایی طلب حامی مسکو برای شش ماه دیگر تمدید شد. اتحادیه اروپا می‌خواهد با تشدید فشار روی کرد روسیه را تغییر دهد اتحادیه اروپا به علت تداوم درگیری ها در شرق اوکراین روز پنجشنبه نهم بهمن ما مجموعه تحریم های خود علیه مقامات روسیه و چهرهای برجسته جدایی طلبان حامی روسیه را برای شش ماه دیگر تمدید کرد مقامات اتحادیه اروپا میگویند در صدد برنامه‌ریزی برای تحریم های بیشتر هستند فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است ما به خوبی نشان دادیم که اتحادیه اروپا آماده است تا از این هم فراتر رفته و اقدامات بیشتری در این راستا انجام دهد نکته جالب توجه این که همه وزیران امور خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله وزیر خارجه دولت جدید یونان با تمدید این تحریم ها موافقت کردند برت کندرس وزیر امور خارجه هلند گفته است این پیامی قاطع و روشن برای روسیه است درباره موافقت و همراهی دولت چپگرای جدید یونان با ارکستر تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه نگرانی وجود داشت اما در نهایت خلالی به رأی قاطع اروپا علیه روسیه وارد نشد فرانک والتر مایر وزیر امور خارجه آلمان در این باره گفت وقتی شورشیان حامی روسیه یک عملیات نظامی گسترده را مثلا در حمله به شهر بندری ماریوپول اجرا می کنند پیام ما هم باید در واکنش به چنین اقدامی قاطع و روشن باشد با این همه فرانسه و برخی دیگر از کشورهای عضو اعلام کردند علیرغم قاطعیت پیام نباید درهای مذاکره را به روی روسیه بست رهبران اروپایی روز 23 بهمن دیدار خواهند کرد تا درباره تحریم های بیشتر تصمیم گیری کنند. در ماه مارس 2014 اتحادیه اروپا اولین دور از توقیف دارایی ها و ممنوعیت صدور ویزا برای آن دست از مقامات روسیه که در الحاق شبه جزیره کریمه به خاک این کشور نقش داشتند را آغاز کرد. این تحریم ها قاعدتا در ماه مارس 2015 منقضی می شود. اما حالا با تمدید آنها دست کم تا سپتامبر سال جاری معتبر خواهد بود از هفته گذشته که حملات به ماریوپول آغاز شد و با شلیک راکت به مناطق پرجمعیت در شرق اوکراین دست کم سی نفر کشته و شمار زیادی زخمی شدند تلاش اتحادیه اروپا برای تشدید تحریم ها هم آغاز شد به گفته ناظران بین المللی ارزیابی های اولیه نشان می دهد که این حملات از مناطق تحت کنترل شورشیان جدایی طلب انجام شده است. تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه که با کاهش شدید بهای نفت هم همسو شده، ضربات سختی به اقتصاد این کشور وارد کرده است. فدریکا موگرینی گفته است اگر اوضاع در اوکراین بهبود نیابد، حتی ممکن است پیش از نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در روز دوازدهم فوریه مجازات جدیدی علیه روسیه تصویب شود شاخه مصری گروه تروریستی دولت اسلامی مسئولیت رشته حملات گسترده شمال شبه جزیره سینا را بر عهده گرفت. بنابر گزارش تلویزیون دولتی مصر، در این حملات دست کم 20 نفر کشته و 36 تن دیگر مجروح شدند. در واکنش به این حملات مرگبار، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر سفر خود به اتیوپی برای شرکت در نشست اتحادی آفریقا را ناتمام گذاشت و به قاهره بازگشت. گروه تندرو انصار بیت المقدس حدود سه ماه پیش به گروه تروریستی دولت اسلامی پیوست و اعضای آن به رهبر دولت اسلامی ابو بکر بغدادی سوگند وفاداری یاد کردند. آنها برای نزدیکی به دولت اسلامی به تازگی نام خود را به سرزمین سینا تغییر دادند. انصاف هیدر همسر راوف بدوی و بلاگ نویسی که به اتهام توهین به اسلام محکوم به زندان و شلاق شده در یک گفتگوی مطبوعاتی گفت که همسرش هیچگاه علیه اسلام چیزی نگفته از حکومت عربستان خواست تا همسرش را مورد عفو قرار دهد بدوی در سال 2012 به اتهام ارتداد، توهین به شخصیت مذهبی، توهین به دانشگاه اسلامی امام محمد ابن سعود، راه اندازی وبسایت برای ایجاد بحث پیرامون وهابیت، تشویش ازان عمومی و برهم زدن امنیت عمومی به ده سال زندان و تحمل هزار ضرب شلاق و همچنین پرداخت جریمه نقدی معادل 267 هزار دلار محکوم شد. انصاف هیدر همچنین گفت که همسرش تنها حکومت را مورد انتقاد قرار داده است. به رغم تلاش های دولت بارک اوباما برای پیشگیری از تصویب تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی در کنگره، کمیته بانکی سنای آمریکا طرح تشدید تحریم ها در صورت ناکامی مذاکرات هسته ای را به تصویب رساند. کمیته <تصفح> بانکی سنای آمریکا روز پنجشنبه نهم بهمن با 18 رأی موافق و 4 رأی مخالف به پیشبرد طرحی رأی داد که در صورت شکست مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی برای دستیابی به توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای تشدید ها علیه جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار خواهد داد. انتظار نمی روید که این تر تا پیش از چهارم فروردین برای تصویب نهایی در سنا ارائه شود. ده سناتور دموکرات از جمله سناتور رابرت منندز که از تدوین کنندگان این طرح است در هفته جاری اعلام کردند که طرح را برای دو ماه مسکوت خواهند گذاشت تا به دیپلماسی فرصت بیشتری برای حل و فصل بحران هسته‌ای ایران داده شود از ده سناتور دموکرات تنها چهار تن از آنها به این طرح رأی منفی دادند و شش نفر با رای مثبت مجموع آرای موافق را به 18 رساندند جمهوری خان برای تصویب نهایی این طرح نیاز به رأی سناتورهای دموکرات دارند و بدون همکاری آنها نمیتوانند اهداف خود از ارائه طرح مزبور را به کرسی بنشانند. این اقدامات در حالی رخ داده که باراک اوباما در هفته های اخیر بارها به سراحت گفته که با توجه به حساسیت های پیرامون مذاکرات هسته ای با ایران در صورتی که چنین طرحی در کنگره به تصویب برسد آن را وتو خواهد کرد. به اعتقاد رئیس جمهوری آمریکا کنگره باید دست کم تا پایان زمانی که به عنوان ضربالعجل تعیین شده دست نگه دارد و از تشدید تنشها خودداری کند سناتور رابرت منندز گفته است این طرح با دقت بسیار طراحی شده تا ما را به هدف نهاییمان برساند که چیزی نیست جز ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته ای با این حال سناتور شراد بران از دموکرات هایی که به این رأی منفی داده گفته است در صورت شکست مذاکرات رئیس جمهور و کنگره با همکاری هم فشارها بر ایران را افزایش خواهند داد و ما در موقعیت بسیار بهتری خواهیم بود تا از بقیه کشورهای جان هم بخواهیم که همسو با ما عمل کنند. گذشته از این جاش ارنست که از سخنگویان کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما طرح سناتورهای جمهوری خواه را نیست که بر اساس آن هر گونه توافقی با ایران منوط به تایید کنگره خواهد شد را وتو خواهند کرد. به ای او این طرح با سابقه منفیش تاثیرات منفی و مخربی بر روند مذاکرات با ایران خواهد داشت. به دنبال انتخابات میان دوره‌ای کنگره ای آمریکا در نوامبر پارسال، اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان و سنا در اختیار جمهوری‌خواهان قرار گرفت که نسبت به دستیابی به توافق با ایران بدبین هستند. سناتورهای سرشناس آمریکایی اعلام کردند تنها با اعمال فشار بیشتر بر تهران میتوان مقامهای ایران را وادار کرد تا از برنامه هسته‌ای خود که تهدیدی برای اسرائیل و جهان است دست بکشند. مذاکرات جاری میان ایران و گروه پنج به علاوه یک تا پایان ماه جوان تمدید شده است و طرفین گفتند که امیدوارند تا اواخر ماه مارس به توافق سیاسی دست پیدا کنند و تا پایان مهلت هفت ماهی مذاکرات توافق جامع میان آنها حاصل شود. در ایران فردی که به تجاوز ناموسی متهم شده بود پس از تبرعه در حین خروج از دادگاه توسط خانواده شاکی به قتل رسید. به گفته عمران علی محمدی رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری ایدام خانواده شاکی چهار نفر بودند و زن شاکی با سلاح سرد به متهم هجوم برده و پس از زخمی کردن وی با ضربات ساتور سر او را از تنش جدا کرد. بر اساس این گزارش گفته شده که شاکیان سلاح گرم نیز به همراه داشتند به گزارش شرق این جنایت در راه های ورودی به داخل ساختمان دادگاه تجرید نظر استان ایلام به وقوع پیوست محمد رضا نقدی میگوید آمریکا عددی نیست و به ایران التماس می کند. مردم دروخ های شبکه های را باور نمی کنند و عرضه علمی در دولت حسن روحانی افت کرده است. نقدی این مطالب را در دفاع از عملکرد 35 ساله نظام جمهوری اسلامی و انتقاد از آمریکا، حکومت پهلوی و سیاستهای دولت حسن روحانی بیان کرده است. وی مدعی شده که جمهوری اسلامی توانسته آمریکا را ذلیل کرده و محاصره اسرائیل را تنگتر کند و بهتر است اسرائیلی ها جان خود را برداشته و فرار کنند. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران میگوید فیلترینگ شبکه های اجتماعی و مجازی به لحاظ فنی امکان پذیر نیست وی گفته فیلترینگ شبکه های اجتماعی استفاده از فیلتر شکن را به دنبال دارد که این موضوع فرایند نظارت و کنترل را پیچیده تر می کند. اما در حالت عادی بستر دقیقتری برای نظارت فراهم است. وزیر ارتباطات ایران بار دیگر بر لزوم ایجاد و استفاده از شبکه های اجتماعی بومی تاکید کرد. طی هفته های گذشته اظهارات ضد و نقیزی درباره فیلتر، فیلترینگ شبکه های ارتباطی تلفن هوشمند از جمله واتساپ، لاین و تانگو توسط مقام های ایران مطرح شده است. مشاور هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری کشور گفته است که در دولت قبل 499 هزار نفر بدون مجوز قانونی از سوی مجلس یا دولت در دستگاه های اجرایی کشور استخدام شدند. این بالاتر از نصف استخدام هاست. مختار محمدی مشاور هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری کشور به خبرگزاری ایسنا گفته بیش از نیمی از کل استخدام ها در دولت پیشین غیرقانونی است. وی تاکید کرده که بر این اساس 56 درصد کل استخدام های دولت قبلی بدون مجوز قانونی و آزمون عمومی انجام شده است. تخلف های گسترده در استخدام های دولت احمدی نژاد پیشتر نیز از سوی مجلس پیگیری و افشا شده بود. به گفته یک نماینده مجلس، اطلاعات در این زمینه در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس ارائه شده بود. بر پایه این اطلاعات در دولت پیشین دیویست هزار سازمان به صورت غیرقانونی تأسیس و 420 هزار نفر بر اساس رابطه ها در این سازمان ها به استخدام در آمدند. غلام علی جفرزاده ایمنابادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هنگام طرح این موضوع به خبرگزاری خانه ملت گفته بود که در دولت‌های نهم و دهم بیشترین تخلفات از قوانین استخدامی کشور در بخش‌های صنعت و معدن با 790 درصد، ریاست جمهوری با 507 درصد، تعاون با 339 درصد و جهاد کشاورزی با 103 درصد انجام شده است. مشاور هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری کشور در افشاگری تازه ای از میزان تخلفات گفت تعداد استخدام های انجام شده طی 8 سال دولت قبلی 894 هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی و قراردادی بود که از این تعداد 395 هزار نفر که 44 درصد را شامل می شود دارای مجوز قانونی بودند. او توضیح داد از تعداد کل استخدام ها تنها دویست ده هزار نفر که 23 درصد را شامل می شود از طریق آزمون، جذب و بکارگیری شدند. بنابراین 499 هزار نفر بدون مجوز قانونی از سوی مجلس یا دولت در دستگاه های اجرایی کشور استخدام شدند. بر اساس گزارش ها در هشت ساله دولت محمود احمدی نژاد 332 هزار نفر در آموزش و پرورش استخدام شدند و بر اساس طرحی موسوم به مهرافرین 392 هزار نفر دیگر نیز در انتظار استخدام بودند. محمدی روز پنج شنبه نه بهمن درباره این طرح گفت با ایرادی که رئیس مجلس نسبت به استخدام های طرح مهرافرین گرفت، استخدام 394 هزار نفر با شروع کار دولت 11 هم لغو شد. در صورت عدم لغو، تعداد استخدامها به 1 میلیون 288 هزار نفر می رسید و سالانه 8 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت جدید ایجاد می کرد. بررسی وضعیت استخدام ها در وزارت آموزش و پرورش نشان داده است که دو درصد از 76 هزار نفری که ظرف دو سال آخر دولت احمدی نژاد به استخدام این وزارت خانه در آمده اند، بی سواد هستند. همچنین 14 درصد آنان تا مقطع ابتدایی، 19 درصد راهنمایی، یک درصد دیپلم و 33 درصد بالاتر از دیپلم تحصیل کرده اند. غلام علی جعفرزاده نماینده مجلس شورای اسلامی پیش از این گفته بود متاسفانه در دولت گذشته عمد اطرافیان و خانواده های مسئولان، فرمانداران، استانداران و وزرا بدون هیچ ضابطه قانونی استخدام شدند و مثال آورده بود دختری یکی از فرمانداران که الفبای زبان عربی را بلد نبود در آموزش و پرورش به عنوان معلم عربی استخدام شد و همکتون در حال تدریس درس جغرافیا است. بررسی های انجام شده نشان میدهد که استخدام های غیرقانونی در همه سطوح استخدامی از کارمند تا پست مدیریت بوده است. بر پایه قانون دولت محمود احمدی نژاد مجاز به استخدام 125 هزار نیروی قراردادی بود اما بر اساس گزارش دولت جدید این تعداد به 548 هزار نفر رسیده است. روزنامه تایمز در گزارشی به اختلافات داعش و طالبان افغانستان اشاره کرده و بر این باور است که این دو گروه به تقابل شدید رسیدند. این روزنامه در گزارشی با پرداختن به موضوع گروه های القاعده، داعش و طالبان نوشت که داعش با اعلام یک ولایت در افغانستان و پاکستان در صدد درگیری با طالبان و دیگر گروه های تندرو تن، در این منطقه است. تایمز نوشته است، ابو بکر بغدادی رهبر داعش ملا عمر معذرت میخوام مولا محمد عمر را یک جنگ سالار بی سواد و نادان عنوان کرده و او را خالی از ارزش و اعتبار روحانیت و سیاست خوانده است به گزارش تایمز گروه داعش ارتباط خود را در آغاز سال گذشته میلادی با شبکه القاعده قطع نموده و خلافت اسلامی را اعلام داشت پیش از این نیز اخباری مبنی بر اختلافات گسترده میان گروه طالبان افغانستان و داعش منتشر شده بود. در پی حمله یک سرباز افغان به افرادی در فرودگاهی در کابل سه کارمند پیمانی آمریکایی کشته شدند. حمله ی این سرباز افغان یک زخمی نیز بر جای گذاشته است. یک مقام نیروی هوایی افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته که انگیزه این سرباز مشخص نیست و تحقیقات در این باره در جریان است. یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با خبرگزاری فرانسه قربانیان را پیمانکاران وزارت دفاع آمریکا معرفی کرد که برای کمک به آموزش نیروی هوایی افغانستان در این کشور مستقر بودند. در احواز میزان آلودگی به حدی است که دستگاه های سنجش آلایندگی از عده تعیین میزان آن بر نمی آیند. مدارس اهواز همچنان تعطیل است در همین حال بسیاری از اهالی اهواز به دلیل مشکلات تنفسی در بخش اورژانس بیمارستان‌های این شهر تحت درمان قرار گرفتند. شهریار اسکری مدیر روابط عمومی اداره محیط زیست خوزستان درباره میزان افزایش آلودگی هوای اهواز در چند روز گذشته به خبرگزاری ها گفته است از میزان دقیق ریزگردها در هوا اطلاع دقیقی نداریم زیرا دستگاه های سنجش آلایندگی تنها تا عدد ده هزار را نشان میدهند و با مقادیر بیش از آن پیغام خطا میدهند حد مجاز گرد و خاک در هوا 150 میکروگرم بر متر مکعب است. به این ترتیب هوای احواز دست کم 66 برابر بیش از حد مجاز آلوده است. تا ساعت دوازده ظهر روز هفتم بهمن میزان آلودگی هوای احواز بیش از 2335 میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده بود. آلودگی هوا در این مدت از 15 برابر به 66 برابر حد مجاز افزایش پیدا کرده است. هوای شهرهای آبادان، دسفول و دشت آزادگان نیز آلوده است، اما آلودگی هوای احواز بیش از دیگر شهرهای استان خوزستان گزارش شده. سایت آفتاب پیش از این گزارش داده بود که به دعوت معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، معاونان وزارتخانه های نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و مدیران استانی خوزستان جلسه اضطراری برگزار کردند. در این جلسه مسئولان تصمیم گرفتند اطلاع رسانی به مردم را سرعت ببخشند. همچنین قرار شده است وزارت بهداشت گزارش دقیقی از تعداد مراجع کنندگان به مراکز درمانی و علائم بیماری های آنها تهیه کند. سایت محلی خوز نیوز گزارش داده است که بسیاری از احوازی ها در اثر مشکلات تنفسی به بخش اورژانس بیمارستان امام در این شهر مراجعه کرده و تحت درمان قرار گرفتند. دانشگاه علوم پزشکی احواز هنوز آماری از اشخاصی که به خاطر آلودگی هوا و مشکلات تنفسی ناشی از آن در مراکز بهداشتی و درمانی استان خوزستان تحت درمان قرار گرفتند اعلام نکرده است. تیر ماه سال گذشته ایران سه دستگاه مهار ریزگرد از روسیه خرید و آنها را در نوار مرزی استانهای خوزستان، کرمانشاه و ارومیه نصب کرد. امید می رفت که این دستگاه ها 70 درصد از میزان ریزگردها را کاهش دهند اما در عمل کارایی نداشتند. دولت 550 میلیارد تومان به این امر اختصاص داده بود اما بودجه‌ای که دولت برای این امر در نظر گرفته کافی نیست ارائه خدمات رایگان پرداخت خسارت به کشاورزان آسیب دیده و احیای تالاب‌ها در این بودجه منظور شده بود سال گذشته 18 نماینده استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به کمبود بودجه برای مهار ریزگردها استعفا دادند بر اساس آمار وزارت بهداشت سال گذشته 80 هزار نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا و قبار جانشان را از دست دادند. از اینکه تا پایان بخش خبر ما را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. شاد و پیروز باشید. to its advantage in <laughs> solving